سلام و وقت خوش. با آماج از یک خوش آمدین. من حارث جبران. خصومت های خانوادگی و دعواهای مسلحانه در کنار بعضی از چالش ها و نگرانی های امنیتی یکی از معضل های فاجعه آفرین بوده که قربانی زیاد در قبال داشته. حالا مشخصا علت این نگرانی ها چیست؟ دسترسی افراد غیر مسئول بر جنگ افزار یا علل و عوامل دیگر هم دارد و تازه ترین هم مورد هم درگیری در شهرستان جبل سراج ولایت پروان. در نخست گزارش از همکارم. اینجا منطقه پل متک ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است، جایی که صبح امروز در اثر درگیری میان دو خانواده 8 تن کشته و 1 تن زخمی شده است که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان هستند. باشندگان منطقه پل متک ولسوالی جبل سراج میگویند که درگیری برخواسته از خصومت های دیرینه میان اعضای دو خانواده بوده است. آنان موجودیت افراد مسلح را در ولایت پروان دردسر بزرگ برای مردم میدانند. شهید شدم از قبل سفر خود هست خانما هستم و یکی را در افراد مطلع هستم و دفتن نیروهای دولتی امنیتی اقدام کردن هم در جوریان رفتن و موجود را از نزدیک دیدن. دو نفر دو کماندانی بودن که از وقت خصومت شخصی داشتن و از صحبکی ساعتهای هفت هفتونیم بوده در بین از یا کدامگاه پیچی کده یا دو طرف درگیر شدیم. دو طرف درگیر شدیم دیگه یک شش هفت از یک تا کشته شده یک نفر از دیگه. هرچند باشندگان محل شمار کشته شده ها را 8 تن میگویند، اما ولسوالی جبل سراج در تماس تلفنی با تلویزیون یک گفت در این درگیری 7 تن از هر دو طرف کشته شدند. وایل صفا یک نفر نام داره و عین الدین، اینا افراد غیر مسئول هستند و اینشان جنگ و درگیری روی خصومت های قومی انتیز پیدا میشن. جنگ میکنند و اکثر جنگ از یا فیر سلام صورت میگیرد و فیر سلام یک نفر بیادر صفا کشته میشه. بعد از او بازمی نفرهای صفا نام که تزو میروند در بالای خانه طرف خانه ایلوبین یا حمله میکنند و جنگ صورت میگیره و اثر جنگ از اینا چند نفر از فامیل ایلوبین هم کشته میشه. یک دانه بکش هست، دو تا زنش هست، قرار اطلاعی که با ما رسید یک خواهرش است، دیگه خواهر زخمی است و یک نفر دیگه با دیگار بشه چیز صفی اولا نام داره و هم کشته می شود. اینجا منطقه پل متک ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است. باشندگان این منطقه از موجودیت افراد مسلح شکایت دارند، چنان که صبح امروز نیز درگیری میان افراد مسلح منجر به کشته شدن 8 فرد شد که اطفال و زنان نیز شامل آنان می باشد. موضوع امشب برنامه آماج نگرانی در شمال، مخصوصا ولایت پروان، و مهمان امشب برنامه آماج آقای عبدالبصیر سالنگی ولی پروان با ما است. اما پیش از آن برای توضیحات و تفصیلات بیشتر عبدالله همکارم را از استودیو خبر با خود داریم. مشخصا میشه آقای عبدالله بگوین که مواردی که شما روی زید گزارش تهیه کردین و تدارک دیدین ناشی از چی بود و مشخصا نگرانی هایی که در شمال مخصوصا ولایت پروان بود چگونه است؟ آنچه روز جمعه در جبل سراج ولایت پروان صورت گرفت با گفته شهریان ولسوالی جبل سراج یک نمونه از قضایایی است که هر از گاه در ولایت پروان و در ولایت های همجوار صورت می گیره. گاهی هم به رسانه ها و به ثبت می رسه و گاهی هم نمی رسه. فقط روز جمعه بود که ما با ولسوال جبل سراج صحبت کردم و ولسوال جبل سراج گفت که مشکلات ذات البینی میان دو تفنگدار غیر مسئول باعث ازی شد که 8 قربانی بگیره ای روی داد. اما حادثه جزئیات دیگه داره یا پیش منظرها و پس منظرهایی داره که من میخوایم کوتاه بر از او اشاره بکنم. چیزی که مهم است در ولایت پروان ای که متاسفانه ولایت پروان جزء از ولایت‌های در شمال افغانستان است که به گفته مردم و شهروندان ولایت پروان انتقام‌های خصوصی هنوز به زیاد و گسترده وجود دارد و افراد مسلح غیر مسئول که به گونه وابسته هستند با مقامات ارشد در
کابل و یا مقامات ارشد سیاسی اقتصادی در ولایت فرمان. عبدالله، یکی از مواردی که من در این گزارش همچنان دیدم دسترسی افراد غیر مسئول بر جنگ افزار است. شما روی این گزارش کار کردین و با جمع از همکارا روی این مسئله تحقیق کردین؟ حالا مشخصا چطور این افراد غیر مسئول میتونن دسترسی داشته باشن بر جنگ افزار؟ یکی از نگرانی های عمده مردم هم همین بود. امور کم کارست، تو گفتی در گذشته ها موادث بشماری رخ داده بود که قربانیانش بیشتر کسایی هستند که وابسته نیستند. در این چیزی که در جبل سراج روز جمعه صورت گرفت، خانواده زنان و کودکان به شهادت رسیدن که اصلا با سلاح کار نداشتند، اما میراثدار یک جنگ بودند که مردان سلادار غیر قانونی او را برا انداخته بودند. متاسفانه از آنچی که در یک دهه گذشته به وجود آمد، پروان بگونه کمتر مورد پروسه های مثل DDR قرار گرفت و افراد که غیر مسئول بودند سلاحشان گرفته شد. چیز دیگه که مهم است، انوز در ولایت پروان به گفته شهروندان که همکاران ما صحبت کرده بودند، از نزدیک داشتن سلاح به دست افراد غیر مسئول جزء از ازمو فرهنگ مردم بگونه قبول شده و متاسفانه حاکمیت قانون هم در گاه موارد بگونه بوده که نتانستین دولت یا مقامات محلی در اونجا بتانن از افراد غیر مسئول سلاحشان جمع‌آوری بکنه. و میگونه ولایت پروان چیز یافته های ما نشان میده که یکی از ولایت هایی است که افراد بیشمار غیر مسئول هستند که سلاح با خود عملو میگردانند. و والی صاحب حضور دارد در جریان برنامه، مطمئنن به جزئیات از این خواهد پرداخت. خوب است. عبدالله، یکی از مواردی که مردم هم نگرانی داشتند اونجا دسترسی افراد غیر مسئول به جنگ افزارها بود و ماهیت این تنش برخواسته از یک تنش است که سر زمین مردم روستا و دهکده ها اونجا جنگ میکنند. بالاخره در بسا موارد چنین خصومت ها میره به امو شوراهای سنتی. حالا یک بار دیگر این معضل با می شوراهای ولایتی و با می شوراهای قومی حل خواهد شد؟ مردم چی میگفتن؟ آرس، فکر میکنم نقطه خوبی را خودت اشاره کردی که در ادامه برنامه جزئیات شوالی صاحب میتونه خوبتر صحبت بکنه. یکی از مسائلی که باعث نگرانی شهریان ولایت پروان است یا روستانشینان در این ولایت که اکثر مواقع تنش ها صورت گرفته، قربانی های بشمار تنش ها به همراه داشته و جنگ های مسلحانه، اما کمتر واقع شده تا دولت سراغ از این افراد بیاین و یا را بگونه که قانون پیش بینی میکنن مورد مجازات قرار بده تا پند برای دیگرا باشه. عدم حاکمیت قانون یا مافیات مجرمین گاه و یا فرار اگر بگوییم، یکی از دلایل بوده که پیوسته باعث ازی شده تا جرأت بته بر افراد غیر مسئول در این ولایت تا قربانیان بیشمار تنش ها بر سر مسائل متفاوت، امو رقم که شما گفتین شاید یکی از مواردش زمین باشه گرفته. ها، سپاسگزارم عبدالله از خودت. عبدالله از استودیو خبر همکار ما با ما وصل بود و ادامه این تحلیل تا لحظات دیگر. تماشاگر آماج از یک هستند. جناب والی صاحب، با بحث امشب آماج خیلی خوش آمدید. اجازه بدین نخستین مورد را از درگیری که در شهرستان جبل سراج صورت گرفت آغاز کنم. یکی از نگرانی های جدی مردم، مخصوصا نگرانی های امنیتی در شمال افغانستان است و مورد شاخص هم نگرانی در خود پروان است. در تازه ترین مورد که بین دو خانواده جنگ صورت گرفت، درگیری صورت گرفت که گفتم میشود 4 زن و 3 مرد در اینجا ما تلفات داشتیم. میخوایم از اینجا آغاز کنیم که این تلفات ناشی از چی بوده آقای ولی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خدای بزرگ و سلام به تلویزیون بینه های تلویزیون یک. این رقمی که در مطبوعات دیده شده و صداها که گویا که پروان یک جای ناامن است و گسترش سلاح و توزیع سلاح است، به این شکل نیست و این بسیار در جای بسیار محدودی یاد سرخ داده است که بلکه 8 تنه زن اینا 12 تا هستن، 12 کشته و یک زخمی داریم. این ما بین دو نفر که عین‌الدین نام و صفا نام، ما بینشان با یک مجارش یک گفتگو و یک بالاخره بعد ما بینشان فعل صورت میگیره که برادر صفا نام کشته میشه
و صفانام فامیل عین‌الدین تقریبا که 4 زن میشوه، متبقیش هم از دیگه برادر زده نه 4 زن در جمله 12 نفر متبقی فامیل عین‌الدین اینا به قتل میرسانن و عین‌الدین هم فرار میکنه. تقریبا بعد از 5 کیلومتر صفانام میتونه که یک دور بزنه و برا عین الدین ما به قتل برسانه. اینجا پیش ما یک سوال است. آقای سالنگی، مشخصا این درگیری از کجا آغاز میشه؟ گفته میشه که این دو خانواده خصومت های قبلی همچنان داشتن. خصومت های قبلیشان ما ادلا ندارم، ولی ما یک چیز گفته میتونیم که در عموم در ایجا کمبود ظرفیت پلیس ما حس میکنیم در قتل از اینا و در بعض جاهای دیگه هم، بعض ناامنی های دیگه هم که است، کمبود پلیس ما چندین بار مکتوب به عنوانی وزارت امور داخله، امنیت ملی، وزارت دفاع و شورای امنیت ما نوشته کردیم که کمبود ظرفیت در نیروهای پلیس دیده می شود و پلیس پروان پلیس ملی نیست که بلکه محلی هم نیست که پلیس خانگی است. کنفرانس والیهای زون شرق بود که معین ارشد محترم وزارت داخله، محترم وزیر صاحب دفاع و بعض مسئولین معاون امنیت ملی، ریاست امنیت ملی اینا حضور داشتن. با همی افت والی های زون شرق ما از پلیس پران در اوجا گفتم که کمبود ظرفیت این نیروها هست و اینا نمیتونن که کار خود به وجه احسن انجام بدن. به این لحاظ به شکل گسترده در پروان ناامنی ها ما فکر بکنم که باشه نیست، ولی بعض جا که حوادث کوچکی رخ میده این را جلوگیری کردن نمیده. مشخصا این درگیری از کجا آغاز میشه؟ این درگیری بسیار در یک بخش کوچک در اولسوال جبلسرای در بین یک قریه که در بین جنگل هاست، ما بین دو نفر آدمی که یکش در شورای انکشافی وظیفه داشته و یک دیگه هم از بسیار آدم های ابتدایی که من خودم قماندان محلی هم گفته شانه میتونم، اینا در ایج اسلحه داشتن و سلاح داشتن. در گذشته در این قریه به نام واسینام از طالب ها نفوذ پیدا کرده بود، بعد واسینام دستگیر شد که فعلا در زندان است. با این عنوان اینا اسلحه را در پیش خود نگه کرده بودن، گویا که بقایای طالب و واسیر ما در ایجا دیگه نمیمونیم، از بین میبریم. اینا در مابین خود سر یک تفنگ 5 تکه که ما از زبان یکی از موسفیدهای کاکاهای عین‌الدین شنیدم که سر یک تفنگ 5 تکه مابین عین‌الدین و صفا یک جر بحث شد. بعد عین‌الدین هم بالای برادر صفا را به قدر رسوند، باز بالاخره آقای سرانگی. حالا مشخصا گزارش هایی که در اینجا در مورد امین حادثه و درگیری درد شده این است که این خصومت ها قبلی بوده و بنابر تقسیم زمین بوده میان امین دو خانواده. هیچ چیزی نبوده است، فقط دست بالا یک تفنگ اسلحه 5 تکه ما بین اینجا جر و بحث میشه و بالاخره این مسائل برادر صفا به قتل میرسه و بالاخره این ادامه پیدا میکنه که به قتل تقریبا 2 زنه. از خانواده عین الدین نام 11 نفر کشته و 1 نفر زخمی و برادر جانم مقابل 1 نفر کشته شده که از این جمله 4 زن باقی مانده است که واقعا یک واقعی بسیار دلخراشه که من اوجه رفتم بر فاتحه از اونا رفتم و دیدم که تقریبا 21 طفل زیر سن 8 سال تا 1 ماه که از این خانم ها از 4 خانم باقی مونده که واقعا یک آقای سرنگی، چیزی که شما پیشتر فرمودین که این حادثه به گونه دیگر در رسانه ها درس کرده و چنین نیست، بسا موارد یگان موارد و نگرانی های اندک امنیتی در بسیار ولایت ها پیدا میشد. آیا شما فکر میکنید که قتل 12 نفر در یکی از شهرستان های ولایت پروان یک مورد اندک نگرانی های امنیتی خود بود؟ خب در زمانی که 1 نفر یاد سر کرده است، 1 نفر اگر ما یک دیوانه را که در یک فروشگاهی که ظرف چینی فروخته شوه اوجا داره و بسیار جاد کلی را بشکنه، ما گفته بتانیم که بسیار جاد قوی کار زد. یک دیوانه بوده، فقط این صرف یک انسان امیر کم انسان قطال طریقی مسائل انجام داده که اونم دزگیر شده. این قسم نشان داده میشه که گویا پروان بسیار ناامنی است، بسیار صلاحات توزیع است و پروان بسیار تشویش. ما به این لحاظ میگیم میتوند مدیریت کل نگرانی ها را در دست بگیره. یک حادثه است، یک حادثه است. فکر کنیم یک ماین از یک انفجار است، این میتونه 1 نفر بکشه، این میتونه 100 نفر بکشه. حالا مشخص اینجا موارد بر ماین نیست، یک درگیری دو خانواده است که 12 نفر قتل شده. این طور نیست که این همی رقم مسائل سر تا سر پروان دامنگیر کل مردم پروان باشه و این صرف در یک بخش بود. یک آدم انسان قطال طریق میتونه که
در ایج هم یک کار انجام بده و میتونه که در امریکا هم انجام بده و میتونه که در یک مکتب امریکا اگر شما شاید بیده باشید دوجم. ولی این مایه نگرانی از جمع پروان نیست، مردم پروان بسیار مردم سل دوست. 12 نفر قتلش در پروان مایه نگرانی بر مردم پروان نیست؟ یعنی اگر این تو تشویش باشه که ای کار در جمع پروان است و سبا در اوجه میشه و سبا در ایجه میشه، این نگرانی نیست. حالا مشخصا برای شما قتل 12 نفر نگرانی است؟ بله، ای خو در این خانواده من فکر پیشتر گفتم که 21 طفل زیر سن 8 سال وقتی که تا یک ماه را ایجه باقی مانده، این قلب هر انسان و مسلمان جریدار میسازه. ولی اگر ما بگویم که از جمع پروان ما نگرانی هایی داریم که بس در پروان صلاح هاست و قابل تشویش هاست و نگرانی هاست و این رقم نیست. آقای سارنگی، بر دسترسی افراد غیر مسئول به اسلحه دوباره میپردازیم، اما مشخصا از نگاه تشکیلات اداری جبل سراج یکی از ولسوالی های ولایت پروان است. ولسوال هم دارد، امکان دارد قماندان امنیه هم داشته بود و پاسگاه پلیس هم اونجاست. اینا نمیتونن از چنین نگرانی های امنیتی وقایع کنن؟ با توجه به اینکه شما شاکی هستین از نحوه تشکیلات پلیس در ولایت پروان. اشاره اصل من این بود که این همیز ظرفیت کمبود از این ظرفیت در نتانستن جلوی وزیر بگیرن و چطور تانست در او استقامت اسلحه بوده است و این اسلحه را چطور کش نکدن، چطور این را نگرفتن، چرا جلوی نکدن، چرا این آدم یک صفانام عین الدین فامیلش به قتل برسانه، با چطور 5 کیلومتر بره و دوباره خود عین الدین هم به قتل برسانه و خودش بیا خود باز دوباره زمان و وقت باشه باز دزگیر شوه. این فقط یک نگرانی ماست که چرا این کار شده است. و ما که میگم نگرانی ما از جمع پروان نیست، مردم پروان روز 410 مکاتب داره، در 410 مکاتبش در روز یک شنبه بسته نیست، از اونا زکور وقت تحصیلات عالیشان کارشان. آقای سالنگی، حرفایی که بیشتر شما داشتین مقابل طالب ها، اگر قرار باشه یک جانی یا یک دیوانه نگرانی خلق کنه، ما نمیتونیم که تمام ولایت را انگشت شمار انتخاب کنیم که نگران است و تمام ولایت و تشکیلاتش نگران است. حالا شما فکرین وقتی که یک تا جانی در ولسوالی به نام جبل سراج پیدا میشد، با تشکیلات اداری که ما ولسوال هم داریم، قماندان امنیه هم داریم و پلیس هم داریم، پلیسی که شما پلیس خانگی خطاب میکنین، ما چطور نمیتونیم این نگرانی بسیار اندک را وقایع کنیم؟ بله، حرف ما این بود که وقتی که ما برای در گذشته ها من میتونم حرفای کوچک رخ داده بود، وقتی که ما پیشنهاد میکنم به وزارت محترم امور داخله، به شورای امنیت و ارگان های امنیتی را جمعا خبر میکنم که کمبود ظرفیت در پلیس پروان است، در قسمت از این تجدید نظر کنید و در قسمتی توجه کنید. وقتی که توجه نمیکنن، از زبان ما و از زبان تو امروز مسئولین وزارت امور داخله و دیگه مسئولین امنیتی که از کابل وظیفه دار هستند که در قسمت تعیینات از اینا که توجه نمیکنن، بس این حرف بشنون از زبان شما و اسما که کمبود ظرفیت که میگیم، بس این متوجه من نمیشود. من میتونم که بگویم در قسمت بازسازی در بخشای دیگر، اقل مشخصا یک پاسگاه از پلیس در ولسوالی جبل سراج وجود داره یا خیر؟ بله، این نتونست کنترل کنه و بقای کنه؟ نتونست کنترل کنه. چرا نتونست؟ نه که کنترل نکده است و در کار شریک هم بوده است. خب حالا مشخصا اقدام قانونی که شما کردین علیه پاسگاه چی است؟ علیه پاسگاه ما آیت مشخصی است، 5 ارگان تعیین کردیم، از خود امنیت ملی و سارندوالی امنیت ملی و سارندوالی استناف و از قماندانی و سارندوالی نظامی پلیس. خب حالا مشخصا وقتی که خود پلیس پروان در چنین نگرانی ها شریک است، ما باید انتظار دیگر نگرانی ها هم در دیگر ولسوالی ها همچنان داشته باشیم؟ نه، در دیگه جایی من فکر نمی کنم. ولی اگر توجه نشود، گفتید شما میتونه که نگرانی بیشتر شود در ساعات دیگه شود، در ساعات دیگه شود و این نگرانی اضافه تر شود. و
یکی از مواردی که در همین گزارش همچنان کوچده گفته می شود که بزرگان امی دو خانواده‌ای که درگیر شدن و باعث کشته شدن و قتل 12 تن در میان اینها شد، دو فرمانده بزرگ محلی بود. حالا با توجه به اینکه پروسه خل صلاح در ولایت پروان همچنان عملی شده، چطور این دو فرمانده محلی توانستند که صلاح‌های غیرقانونی را به صورت غیرقانونی پیش خود حفظ داشته باشند؟ خود صلاح‌هایی که از طالب‌ها باقی مانده است و از زمان مقاومت باقی مانده در بعضی خانه‌ها است به شکل پنهانی، ولی به شکل گسترده این صلاح انتقال نمی‌شود در بازار و در جاهای دیگه که دیده شود. ولی باز هم در هر جلسه امنیتی ما برای همیش هدایت دادیم و وظیفه دادیم که صلاح‌ها که دیده میشه موترهای بیلمبر پلیت اصله غیر مسئول و موترهای شیشه فیلمدار بعد جلوش گرفته شد، یک روستان است که این کار انجام بیافت و یک روستان است این کار بکنه، به روز دیگه این همی کار نشده است که پیگیری کنه. من میگم کمبود ظرفیت از پلیس پروان، به می عنوان میگم که اگر ما دوامدار پیگیری کنیم. آقای سارنگی، شما در حال از کمبود ظرفیت پلیس در ولایت پروان صحبت میکنین که پس از حادثه کمیت 100 نفری سربازان پلیس در محل حادثه اونجا تراکم کرده بود و نفوذ داشتن در اونجا، آیا نمیتونستن که وقتی که شما کمیت 100 نفری را با یک چالش و نگرانی اندک که شما خطاب میکنین روان کنین، حداقل وقایع و کشف هم صورت بگیره در چنین موارد؟ وقتی که اینا روابط داشته باشن و سلام علیک داشته باشن با عمو افراد مسلح غیر مسئول، اینا بس اینا چطور میتونه که بگیره؟ حالا مشخصا با توجه به نگرانی که شما از تشکیلات پلیس دارین که حداقل شناخت دقیق از هویت هر فرد و هر مسئول پلیس وجود ندارد، پس ما یک بار دیگر تکرار میکنیم که باید انتظار نگرانی های گسترده‌تر از این در ولایت پروان داشت. نه خیر، در کل استقامتاش نیست. البته در بعضی جا شما تشکیلات از پلیس که دارین با کدام ساختار اینا را باز ما تو کل پلیس پروان هم گفتن میتونیم کی رقم است. تعدادی از پلیس پروان ما در بعض اولسوالی ها در بعض جاها بعض اوزهای دیگه به شکلی نیست. یک تعداد پلیس در بعض جاها که ظرفیت نداره ما میتونیم بگفته. ما ادلایی را که داریم تحقیق را برسان کردیم که عین الدین نام روابط با پلیس داشته است، میرفته است، میامده است و یه اصلیهش پنهان نبوده است و زمانی که صفا نام بالای عین الدین فایر میکند تلفن خودم میکشد بالای پوستی پلیس صدا میکنه که برسی امرای ما کمک بکنید. اونا که میاین امرای صفانام در اینمی قتل شریک میشوند. حالا مشخصا آقای سالنگی، وقتی که پلیس ولسوالی جبل السراج چنین تعامل با امید جانی ها دارند، شما چقدر تضمین میکنین که در دیگر ولسوالی ها چنین روند وجود نداره؟ من تضمین نمیکنم. من پیشتر اشاره میکردم که بناتوانی های پلیس پروان ما به شورای امنیت 3 نامه نشته کردیم و امروز نامه را که نشته کردیم 4 نامه. همین نامه های ما با وزارت داخله رفته است، با ارگان های محلی رفته، وزارت دفاع رفته است. این مسئولیت متوجه از اوناست، متوجه من است. میشه اگر این ادامه پیدا کنه باز هم این مسئولیت اونا دارن. خب حالا آقای ولی، شما به عنوان فرد اول همین ولایت مسئولیت امنیت و سایر موارد اقتصادی و هر موارد دیگر در همین ولایت دارین. حالا وقتی که تضمین نمیکنین، پس سرنوشت مردم پروان به کجا خواهد رفت؟ این تضمین رو باید وزارت محترم امور داخله بکند. وقتی که خب نقش شما به عنوان فرد اول همین ولایت اجازه بدید، وقتی که ما پیشنهاد میکنیم پیشنهاد ما رو قبول بکنه، وقتی که نامه نوشته میکنیم نامه ما را قبول بکنه، وقتی که پیشنهاد ما را قبول نکنه نامه ما را قبول نکنه، کل حوادثی را که نوشته کنیم حوادث طالبان را نوشته کنیم که طالبان در بعدی در غربند پلانشان ایز در استقامت شمالی ای است و ای پلیس هم پلیسی است که ناتوان است و کار کردن نمیتواند، توان پوسته گرفتن نداره و پوسته هم نمیگیرد و اگر عملیات شود هم میگه ما پوسته گرفتن نمیتونم و مشرمین هم گرفتن نمیتواند. جواب وزارت محترم امور داخله بگویه. حالا مقدمتر از وزارت امور داخله، مردم از شما یه تمنا را داره، خواهش تمنا را داره، تمنا را دارد تغییر و تبدیل نیروهای پلیس و لوجستیک و روغنیاتش به دست والی ها نیست، نه در دست ما که در دست کل افغانستان است. نه تنها این شکایت من نیست که شکایت جمع والی های افغانستان است که از این شکایت، این شکایت به جلال ماب رئیس جمهور جمع والی ها کردن. وقتی که تغییر و تبدیل و پیشنهادش به دست والی نباشد، قماندان امنیه چطور میتونه که از والی اطاعت کنه؟ چرا کم میتونه اطاعت کنه؟ این را دو بار برای رئیس جمهور گفتن در کنفرانس والی ها در قصر مرمری، باز هم پیشنهاد کردن. پیشنهاد جمع والی های افغانستان ای بود که پلیس در هر جا کار سر به خود انجام میده و کار دلش خود. بعض والی ها
میتونه با یک روابط اخلاقی بالای قمندان تاثیر خود داشته باشه. در غیر از او که تغییر و تبدیل مکافات مجازات یا معاشش یا روغنیاتش یا لوجستیکش هیچ چیزی به دست والی نباشه، او چطور از والی میتونه که او برجوهای پیره‌داریش هم سعی کنه که از والی کرده خوبتر از او لنجرا هم داره و برش شسکر سلامی هم میزنه و والی لنجرا هم نداره، برجوهای آهنی هم نداره، او چطور میتونه که حالا مشخصا آقای والی شما میخواین بگین کمو قیادتی که بالای از نگاه تشکیلاتی بالای قمندان امنی ولایت پروان باید باشه شما ندارین؟ نداریم. خب حالا در صورت از اینکه مقام ارشد ولایت پروان ولایت پاروان با قماندانی امنی امانگی ندارد، چطور میتونید تضمین کنیم از یک آینده خوبی این ولایت؟ ما پیشتر براتون اشاره کردم که این جواب وزارت محترم امور داخله بگوید که دهها نامه نوشته کردیم به دو وزیری که رد درد بوده است، پیش هر وزیرش ما رفتیم گفتیم که کمبود ظرفیت است، تشکیلات شکه دز زدیم رایی کردیم گفتیم که اینی نو پلیسا در ایجا نباشه، این نمی تا بالی از وزارت داخلت آنمو تعییناتش دوباره نامه است، تقریبا دو مسیم میشه روابط ها به اساس روابط ها این پلیس تغییر میشه و تعیین میشه و تبدیل میشه. به این اساس ما گفتم میتونیم که اگر وزارت امور داخله خودش توجه نکنه، خودش در برابر 21 اطفالی که زیر سن 20 سال 6 سال تا یک ماه جوابگوی وزارت امور داخله باید باشه که جواب بگویه که ما واضح بگویم که نیروهای پلیس خودشان هم پلیسی خودش در نزدیکی آقای سالنگی با توجه به این نابسامانی ها و نگرانی هایی که شما دارین به عنوان والی پروان، بالاخره حالا منزلت و مقام و مسئولیت ولایت در یک والی بودن در یک ولایت چی خواهد بود؟ والی وظیفه خودم میداند، والی در تمام من بخش ها جوابگوی است، در کل از این ما گریز کرده نمیتونه که بگیم ایمازه، ولی ناچار میشه یک والی که بیاید به یک تلویزیون از نیروهای زیر دستش شکایت کنه. این شکایت والی حالا مشخصا شما میخواین شکایت کنین از نیروهای زیر دست خود؟ خب این همی شکایت هست، این نباید ما در مطبوعات تلویزیون بگیم، باید اونا رسلا کنم توان داشته باشیم که تغییر و تبدیلی باشه، که ما بگیم تبدیل و تغییر باشه. ای که نیز ده ها بار این جرا بس کردیم که این نابکار است، اینا ظرفیت ندارن، غصب ملکیت ها توسط ازیا است، اینا جلوه گرفتن نمیتونن که کسایی که زمین غصب میکنن یا جلوه گرفتن نمیتونن یا جلوه ناامنی گرفتن نمیتونن، اینا معترض بی لمر پلیت حساب کردن نمیتونن، اینا ظرف داره، از ظرف از اینا مردم اوباش لوبالی استفاده میکنه، و اگر نه این دو نفر ره که این عمل انجام دادن یا به تعیین خود هم ارزش نداره، ی آدمایی که این عمل انجام دادین. عین الدین نام هم یک انسان بسیار خوبی نبوده است که انسان خوب بوده باشه که به قدر جه، ولی جای تاسف از خانم هاست و از کسای دیگه است و اطفال که امروز باقی ماندین. ما در اونجا گفتم من که ما فاتحه از عین الدین نام نامدیم که اسلحه داشته است، ما به لحاظ احترامی خانم ها و اطفال باقی مانده ایجا آمدیم و این صفانام هم کدام آدم خوب بوده باشه. اینا را اگر نیروهای پلیس در فت می داشته است اینا را سلاش از می گرفت، باز ما که اطلاعی را داریم که به عین نام خود نیروهای پلیس اسلحه دادن، اونا پیش ما برادر عین نام آمد گفت این سلام توسط پلیس برام داده شده و ما در جاب سرا جمع می رفتیم و ما در قرارگاه قماندانی هم می رفتیم، خود اونا اسلحه را برام دادن. حالا مشخصا آقای سالنگی یکی از موارد و یکی از مسئولیت هایی که والی در یک ولایت دارد هماهنگ کننده خوب همین ولایت با مرکز است. حالا مشخصا با همین نگرانی هایی که شما دارین پاسخ حکومت ما مشخصا وزارت امور داخله در قبال به این پیشنهاداتی که شما داشتین چی بوده؟ هیچ جواب نداشتین و گفتین وعده کردیم که بله میکنیم. هر باری که نامه نوشته کردیم نامه همه جانبه که شورای ولایتی امنیت ملی مرکز هماهنگی با یک هماهنگی ایران نوشته کردیم رای کردیم و اگر رئیس امنیت بازسازی کنید شاید در مطبوعات نگوید بگه که واقعا که ما مشکلات داریم دیجا، اگر قماندان مرکز هماهنگی است اگر بازسازش کنید میگه واقعا ما مشکل داریم امروز از اینا. حالا مشخصا چرا وزارت امور داخله چی دلیل داشته بر ازی که نتونسته شما را کمک کنه و ولایت پروان هم یک ولایت کلیدی است اساس روابط ها وزارت امور داخله نتونسته از تبدیل کنه؟ حالا ما بار روابط گفتیم که تعریف شما از این روابط دارین چی است؟ من نمیدونم چرا تبدیل نکرده است. شما یک بار برید امراجان مصاحبه کنید که والی پروان میگه که من نامه عنوانی وزارت امور داخله و شورای امنیت و وزارت دفاع و ارگانهای محلی و امنیت ملی نوشته کردیم، شما چرا جواب نگفتید؟ حالا شما چرا حدسی که شما میزنید که اینا با شما کمک و همکاری نمیکنند چی است؟ بالاخره چرا؟
میگم که به اساس رابطه‌ای پلیس اومدن خود جابجا کردن اینا تقریبا از دورانای مقاومت دین اینجا وظیفه داشتن تا بالی هستن در تغییر و تبدیل از اینا هر که تغییر و تبدیلی را میکنه از پیجنتون باز دوباره میبینی که دوباره تعینات از اینا گرفتن دوباره اینا دمی پوستا مقرر میشوند. خب آقای سالنگی وقتی که شما نقش در تشکیلات خود پلیس در ولایت پروان هم ندارین، قمندان امنی هم نداره و میگین که وزارت امور داخله خودش به اساس سلایق و روابطی که دارد پلیس و افراد مسئول در ولایت پروان و سایر ولایت‌ها تنظیم میکنه، پس یکی از نگرانی های شما هم دست داشتن خود پلیس با امی جانیا بود، پس به گونه خود وزارت داخله هم شریک است دیگه در این مورد؟ وزارت داخله ها او شریک بودن وزارت داخله بشه دور است که وزارت داخله رو ما دیگه شریک بکنیم. خب شما گفتین که پلیس به اساس روابطی که با وزارت داخله داره میاد با تشکیلات پلیس در ولایت پروان. خب دیگه روابط داره که میاد. حالا مشخصا کیها روابط داره و در پی ناامنی ولایت پروان است؟ در این قسمت معلومات مشخصی من ندارم. وقتی کس تغییر نمیخورد، تبدیل نمیشود و هر قدر که والی یک ولایت میگه که تغییر نمیخورد، تبدیل نمیشود، با وزارت داخله نامه نوشته میکنه. خب البته به اساس یک روابط اوج شامل شده است، اوج داخل است و با مو اساس روابط دیره تبدیلش میکنه. خب آقای سالنگی یک از موارد دیگر که در این گزارش آمده بود گفته میشد ولسوال خود جبل سراج با تماس تلفنی که به تلویزیون یک داشت گفتن که به گونه این اسلحه ها و جنگ افزارها قاچاق میشود، مرزهای این ولایت باز است و هر کس میتواند قاچاق کند و همچنان در گزارش دیگر که آمده از 2000 افغانی تا 3000 معامله میشه به گونه غیر قانونی در داخل ولایت پروان. شما این را میپذیرین؟ نه خیر، سلاح داخل خود پروان است، از جایش قاچاق هم نمیشد. سلاح دوران جهاد، دوران مقاومت و سلاحی که از دوران طالب است این پیش مردم هست. تعدادی که درج فرقه ها و قول اردو بود تو سلاح ها دایاک شد، سلاح دیگه که بود در جمع دیدیار و دایاق، اصله دیگه که به امنیتشان مردم گرفته در پیش خود هست و این سلاح را مشخصا برادر عین الدین نام که به قدر رسیده است او گفت این سلاح توسط پلیس برای ما داده شده است و راکت RPG برای ما داده شده است و کلشنکوف داده شده است و ما صدا و ویدئویی از او را دارم که بس ما کسانی که بگویند که شما می حرف گفتید سند دارید، بس ما بله بگویم که این برادر عین الدین و این صداش و این صداش ثبت کرده گفته. اگر ما بگویم که این سلاح را برای من نیروی پلیس داده، ما در بعدی به قدر میسم ما کشتم بشم. خب آقای سالنگی با توجه به حرفایی که شما داشتین گفته میشد افراد غیر مسئول به گونه‌ای به خاطر حفظ امنیت خودی و شخصی خود اسلحه با خود عمل میکنند، با توجه به اینکه پروسی دایاق و دیدیار همچنان در ولایت پروان عملی شده، حالا از نگاه قانونی این افراد حق دارن که سلاح حمل کنند؟ چرا خود مقام ولایت نمیتونه زمینه سازی کنه برای یک امنیت خوب تا اینا نتونن از جنگ افزارهای غیر قانونی استفاده کنند؟ اینطور است که اینا وقتی که ما کمبودات در نیروهای پلیس گفتیم که جلوی امیر کم اسلحه را باید ما میگیم دوامدار بگیرید، اونا در نظر ما نمیان که به نظر ما بیان اینا امیر کم یک حوادث رخ میده یا ما را میگن که یک جا سلاح انتقال خورد. ما در هر روزهای دوشنبه جلسه امنیتی که میداشته باشیم وظیفه میدیم که در هر جایی که سلاح غیر قانونی و یا موترهای بیلمبر پلیت یا موترهای شیشه فلمدار یا حرکت دیگری غیر قانونی میبینی از این جلوگیری کنید. وقتی که از این جلوگیری نمیشود از امی راجع به امی من میگم که کمبود ظرفیت و اگر یک پلیس قوی باشد آیا چطور میتوند که از لحد خانه کس باشد یا از لحد انتقال بده یا مطالع بیلن بر پلیت باشد یا مطالع و چرا یعوادست باید قبلا جلوش گیدم وقتی که اطلاع داشتن که عین الدین نام اسلحه داره اگر این اسلحه را ندادستش وقتی اطلاع داشتن که اسلحه داره صفانا اسلحه داره بعد نیروهای پلیس میرفتی را میگرفت این همیز در پیاد نبوده از گرفتن. حالا مشخصا آقای سالنگی وقتی که شما میگین در جلساتی که دارین با تمام مسئولین ولایت پروان و شما به عنوان مسئول درجه یک این ولایت در نظر شما نمیکند حرفا و پیشنهادایی که شما دارین، بالاخره نقش شما نقش سمبولیک است و تداوم اینمی قیادت شما به چی معناست؟ بله من نه تنها من فکر میکنم که بعضی هست که اینمی حرفای دلش میگه برای مطبوعات که واقعا که نیروهای پلیس در هر جایی که هستن شاید تعداد بسیار خدمتگار هم داریم، بسیار پلیس های بسیار جد خوبی هم داریم در بعض جایی، ولی در بعض جای دیگه حرف والی صاحبا به شکل سمبولیک است. اگر بتانه به اساس یک روابط و به یک کاکگی و جوانی این قماندان را در کار بندازه
که ما مده میشه واقع کار میگیریم. حالا ما در غیر از این اگر بگویم کدام که جدی ساختار میتونیم با کاکگی و جوانی کمندان امنیتی خود بسازیم. چی نوا گپی هست که والی چطور بتونه؟ والی تبدیلش کنه میتونه اگر کار نکنه تبدیلش کنه میتونه؟ یک ساترمنش تبدیل کنه میتونه؟ یک سرباز تبدیل خیر والی با چی رول داره؟ امروز این آدمی که نه معاش داده سیاسی است نه تغییر و تبدیلی است. خیروالی اگر با مو اساس روابط دوستی نباشه خیلی رول داره بالا از یعنی نیروهای پلیس هیچ رولی نداره. حالا مشخصا وقتی که چنین نگرانی وجود داره آقای سالنگی، پس نقش شما که نقش کلیدی هم نیست، یک نقش سمبولیک است، آیا فکر میکنین که تداوم اینمی روند بتانه کارا باشه بر مردم؟ نه تنها بر ما، در کل افغانستان کارا مدنیست. حالا میبینیم که مشکلات های امنیتی در هر جایی که هست، اینمی مشکلات های ناامنی و مشکلات های که در بعض جا رخ میده و بعض حوادث ها همین رقم است. آقای سالنگی، حالا شما میخواین بگین که با اینمی نگرانی کنار میایین یا هم کنارگیری میکنین از موقفتون؟ نه، من چرا کسی که ظرفیت ندارم ناتوان است او بره از وظیفش؟ من چرا از وظیفم برم؟ من چرا خود ناتوانشان برم؟ ما ده ها بار اگر ما خبر نکرده باشیم، ما ادلا نداده باشیم، ولی وقتی که ما او اطفال دیدم امو لازم میخواست که من دیگه در وظیفه خود نرم. سپاسگزارم آقای سالنگی. تشکر. و ادامه این گفتگو تا لحظاتی دیگر. دوباره خوش آمدین تماشاگر آماج از یک هستند و گفتگو و حرف شنود با ولی پروان. آقای سالنگی، حالا با توجه به اینمی نابسامانی هایی که در دستگاه اداری خود ولایت پروان وجود دارد، مردم هم شاکی است از این که افراد غیر مسئول به گونه دسترسی دارند به جنگ افزارهای غیر قانونی و سایر تشکیلات اداری که مثل قماندان امنیه و ولسوال ها هم باشند متی و فرمانبردار شما نیست، با توجه به اینمی نگرانی ها و عدم امانگهی درست در مدیریت کل ولایت پروان، بالاخره سرنوشت چگونه شد و ادامه کار شما به کجا خواهد رفت؟ در جمع ادارات پروان الحمدلله بسیار هماهنگی خوب داریم با امنیت ملی، با مرکز هماهنگی، ادارات دیگه هیچ نه ما مشکلاتی نداریم. تنها در این بخش اونا گفته نمیدونن که ما کاری را انجام نمیدیم. بله میگن، ولی کار خود انجام داده نمیدونن. اینطور او اجازه هم نداره که بگم من این کار را نمیکنم یا امر را نگیرد یا هماهنگی در جمع ادارات پروان نباشه. ادارات پروان جمع روابط بسیار خوب، اداره بسیار زیاد کامل، اداره بسیار زیاد خوب داره ما در اوجه. تنها ایام گفتن میدانن که ما امر شما را قبول نداریم، ولی میگن بله کارت انجام دادن نمیتونه. وقتی که در صحه میره کار با وجه احسان انجام دادن نمیتونه. وقتی که میگی جلو بی قانونی را بگی آنمو جلو گرفتن نمیتونه. و این لحاظ اونا در امر ما هیچ وقت سرکشی ندارن، نمیگن که ما امر شما رو نمیگیرم. آقای سالنگی، حرفایی که شما پیشتر گفتین بر ما گوش فرا نمیدن و نظر ما رو نمیگیرن. نظرت وقتی که میگیدش این وظیفه رو با وجه احسن انجام دادن نمیتونه. وقتی که انجام دادن نمیتونه و این لحاظ مشکلات ما میگیم و این مشکلات هست. ظرفیت ندارد، ظرفیت کار نیست و وظیفه خود انجام دادن نمیتونن. حالا وقتی که وظیفه خود انجام دادن نمیتونن و نخستین نگرانی هم نگرانی شهرستان جبلسراج نیست، چندین نگران دیگر هم مشاهده بودیم در ولایت پروان، پس باید چی کرد؟ راه حل چی است برزی؟ راه حل است که وزارت امور داخله بالای تشکیل قماندانی پروان اسما مشوره بگیرد، از شورای ولایتی مشوره بگیرد و بگه کیا در اینجا میتونه مصدر خدمت شوم. پروان در جای تعلق است که هم به کابل هم به بگرام و هم یک رای ترانزیت داره به شمال. در اینجا پلیس ملی ضرورت است، پلیس محل نه، یک پلیس محلی ضرورت است ملی. بعد حرف والی و از کسای دیگه که در اوج است بیا بشنوه و این پلیس ملی را در اوج ایجاد بکنه و کسانی که در اوج مشکلات داره با مردم نیروهای پلیس، او پلیس ها بعد از وظیفه خود سبکدوش باید در جای دیگه داده شوند، شاید خدمت بتونه در جای دیگه. خب حالا در کجا در ولایت پروان پلیس ملی وجود نداره؟ نه خیر، پلیسی که از کلش از محل است بجز یک قماندان امنیه
از ساعت است، از کابل تعیین شده است. دیگه جمع پلیسی که است از خود محل است و اینمی پلیس هایم که جلوه گرفتن نتانستین و امرای قاتل یک جا شریک شدین و پلیس خود محل بود است. و اگر اوجا پلیس ملی می بود است میتونست از که آجل کرده جلوه بگیره. آقای سالنگی، یکی از موارد دیگر که اینجا هست میخوایم روی از او اشاره داشته باشیم این است که موقعیت ولایت پروان با توجه به موقعیتی که دارد که نزدیک است به پایتخت و همچنان یک راه ترانزیت است به شمال، چند ولایت شمال را وصل میکند به مرکز، گفته میشود که افراد غیر مسئول در اینجا دسترسی دارند به جنگ افزار، یک مورد. و مورد دیگر که بگونه تمام موارد و موارد که نگران کننده است به امنیت کابل، پناهگاه خوبش ولایت پروان است. اینا بگونه پناه میبرند در ولایت پروان، در ولسوالی های اونجا پنهان میشن. تمام موارد و چالش های امنیتی از همین جا و برخاستگاه از همین جاست. شما میپذیرین؟ نه خیر، قطعا. و نمیپذیرین که افراد غیر مسئول دسترسی داره به جنگ افزار؟ بله، من یک حرف میگم که در پروان تفریحگاه مردم شهر کابل و یک راه ترانزیت به شمال است. برای همیش مردم پروان در زمان جهاد و در مقاومت اینا دفاع از قانون، دفاع از حقوق بشر و از حق زنها و از حقوق انسانیت خودشان بدین. و در اینجا هیچ رأی نیست که ما گفته بتانیم که مردم پروان خدای نخواسته در اینجا پناهگاه برای دیگر، پناهگاه برای مردم میره که مظلوم باشه، برای اونا بوده و برای ظالم هیچ وقت پناهگاه ندادین و نمیدن، نه در زمان جهاد و نه در زمان مقاومت که مردم شجاع هستن. حالا ولی این که گفتم میشه که با جنگ افزارهای غیر قانونی بسیار کم، یک تعداد مردم بسیار کم، کوچک این جمع مردم میتونید که با جنگ افزارها دست داشته باشن. امروز جاده سارنگ جایی بود که اصلا قوای قشون سرخ روسا رچ نمیتونن، امروز یک مناطق بسیار امنی هست. ولسوالی های شیخ علی و ولسوالی سرخ پارسا بسیار یک جای امن هست. سه ولسوالی ما در مرکز پروان و شمور مرکز، ما دو ولسوالی ما هست که از نگاه طالبا تقریبا گفته میتونیم که ناامن است. و دیگه در جمع پروان مردم امنیت هم میخواد. پیشتر که اشاره کردم که وقتی که 410 مکتب دروازش اوناز و ذکور برای اطفال باز باشه و شاگردان مکتب باز باشه و تحصیلات عالیش، در اوجا ما مشکلاتی نداریم. ما در بخش صحت مشکلات نداریم، در بخش زراعت مشکلات نداریم، در بخش معارف مشکلات. تنها مشکلاتی را که ما داریم که در بخش پلیس است که اونا وظیفه خود به وجه احسن انجام دادن نمیدن. ما در هیچ بخش، نه در بخش هماهنگی با مردم، نه در بخش شورای ولایتی، نه از امنیت ملی، ما تقریبا در سال گذشته 180 چند نفر از مخالفینی که میخواستن که دست به یک کار بزنن اونا توسط امنیت ملی دستگیر شدن و پنجه قانون سپرده شدن. و پلیس هم من بگم که جمع ناکار است نیست، یک مقدارش کار کرده، خدمت کرده است، واقعا وطن دوست هستن. یک تعداد کار کرده نمیتونه او آدم های بیکار. آقای سالنگی، حالا مشخصا شما از باز بودن در مکاتب و سایر تسهیلات و سهولت ها برای مردم ولایت پروان حرف میزنین، این در حال است که والدین همی اطفال و افراد معمولی دیگر ولایت پروان شاکی هستند و نگران هستن از اینکه افراد غیر مسئول به گونه دسترسی دارن به جنگ افزار. شما نمیپذیرین حرفای خود مردم ولایت پروان؟ من پیشتر اشاره کردم برای شما که کار یک انسان احمق مایه نگرانی کل مردم پروان شده نمیدونه. که ما بگیم خدای نخواسته همه رقم انسان دیگه هم که از لحه بعد از داره جمعا به می شکل هستن. یک انسان قطاع الطریق و یک انسان قاتل و جانی چنین عمل انجام، اگر گفته بتانیم که یک جنگای دست جمعی بوده باشه و گروهی بوده باشه و این جنگای گروهی ادامه پیدا بکنه، این صرف کار دو نفر بوده است، کار دو انسان جانی. و این کار اگر به شکل گسترده و قومیت می بوده است و جلوی این جنگ گرفتن می شده است و در یک جنگ قومیت اینقدر مردم کشته می شده، واقعا باز جای نگرانی دیگه مردم پروان. مردم پروان حس میکنن که یک انسان احمق یه عمل انجام داده است و انسان بسیار انسان احمق بوده که کار کرده است که به خانم ها و به اطفال سرشان شلیک کرده. و این گپ شما دیدی که دست مطبوعات میشنید در دیگه دنیا، یک انسان میره و در مکتب مردم میکشه و این باز مایه نگرانی بر او کشور و بر مردمشان نیست، صرف یک انسان احمقی کار کرده. جمع مردم که مردم دیگه پروان اجازه نمیدن این رقم مردم انسان جانی و احمق که کارا را بکنن. و جمع مردم اعتراض داشتن، جمع مردم آمدن که در هر جایی که این رقم اسلحه باشه باید اینا دستگیر شوند. این به این عنوان جای نگرانی نیست. ولی این که او اطفال امروز مادران خود از دست دادن، اونا انتظار شیر مادر خود و نوازش خود دارن، انتظار که لباسکاشان و مادرشان بیاد جانشان بکنه،
او واقعا که نه تنها ما که جمع مردم برون با توجه به اینکه پیشتر شما گفتین ما تضمین کرده نمیتونیم چون همانگی میان پلیس وجود نیست و تشکیلات هم ندارد، پس باید انتظار ازی را کشید که چند فرزند دیگر همچنان یتیم شود و بی پدر و بی مادر؟ خب او رقم تشویش هم نیست، مگر تشویش مردم پروان، نگرانی مردم پروان از نگاه تشکیلات پلیس پروان است. بعد در قسمت تشکیلات پلیس پروان و از لوی سرانوالی محترم خواهشمند هستیم که در قسمت قدل جبل‌سراج که اسلحه را کی داده بود به عین الدین نام و روزی که کمک شده بود به صفا نام، پلیسی که به عنوان نزدیک به پشته سرخی در او صاحب به نام پوسته چمچه خانه میگن و او پوسته چطور همکاری کرد به صفا نام، لوی سرانوالی محترم ما آیت هم تعیین کردیم و باید آیت ویژه و خاصی را تعیین کنه که از این مسائل تحقیق کنه با وزارت امور داخله و با جناب رئیس جمهور این جنایت برسانه که در او ساحه واقعا که پلیس هم کمک امرای قاتل و جانی کرده است. مشخصا آقای سالنگی، آیا اقدامات قانونی امی درگیری و تازه ترین درگیری که در اولسوالی جبل سراج صورت گرفت اقدامات قانونی صورت گرفته؟ در بعدش خود وقتی که مداخله ما کردیم واقعا بس اقدام دیگه صورت گرفته است، بررسی شده است، دیده شده است، هیئت اونجا بوده است، هیئت توظیف کردیم، ما خود ما رفتیم سهر دیدیم، صفانام انتقال به مبست پرون دادیم که برای فعلا در بعد در اولسوالی جبل سراج می بود، به لحاظ از اینکه کدام زمینه فرار برش مساعد نشه او را انتقالش دادیم در مبست پرون، ولی در بعدش اقدام های قانونی وجه صورت گرفته. بله سپاسگزارم آقای سالنگی. ولی اجازه بدین بعض موارد دیگر همچنان اینجا ذکر شده، مثلا شما گفتین که تنش و می درگیری که در اولسوالی جبل سراج صورت گرفته این تازه ترین مورد است اما نخستین مورد هم نیست، ما شاید یک تنش و درگیری دیگر در بهار سال نو همچنان بودیم، سرنوشتون قضیه چگونه شد؟ سرنوشت را بعد یک بار بلوی سرانوالی بری بگو که کسایی را که دزگیر کردین و کجا هستن، اونا را ما را میگن در محوست هستن، یک بار خود شما پرسان بکنی که اونا چی گونه پیش بودن. خب یافته های شما چیست؟ من ادلاعی دیگه مشخص ندارم از او، ما در وقتش دزگیر کردیم و پنجه قانون سپردیم. حالا سرنوشتش برای شما هم چنان معلوم نیست؟ سرنوشت برای ما معلوم نیست. اجازه بدین یک مورد دیگر هم با شما شریک بسازم آقای سالنگی. گفتم می شود بعضی از اشخاص افرادی که در ولایت پروان بگونه در نگرانی های امنیتی دست دارن، اینا تکیه میکنن بر طالب ها و با قماندان های محلی، آیا واقعیت است؟ نه خیر، قماندان های محلی از هیچ کسی پشتیبانی نکردیم و نمیکنندم و طالب ها صفشان معلوم است که مردم اینه که خواسته باشه نامنی کنه و با طالب ها برای به هیچ صورت، طالب ها صفشان مشخص است و یک مشت مردم میره که میخواه که نارامی کنه و بسیار انگشتشمار بسیار کم است، کوچک است و جمع مردم پروان نامنی نمیخواه. و یکی از مواردی که همچنان مردم ولایت پروان شاکی بدن همین بود که به قماندان های محلی اینا پناه میبرن، شما این را رد میکنید؟ نخیر، قماندان محلی هیچ کسی وجود نیست که قماندان محلی، ما بگیم فلان کس قماندان محلی است، با یک انسان جانی و قطع الطریق، با یک انسانی که خواسته باشد مردم ناامن بسازه با او پناه بدن به هیچ صورت. آقای سالنگی، یکی از موارد نگران کننده در ولایت پروان همانا معضل و مشکل غربند است و داشتن طالب در این دره است. گفتم می شود دو سال پیش وقتی که این طالب ها در اینجا درس کرده بود از آدرس شما رد شده بود، ولی حال امروز حضور فیزیکی دارن و عملا علی ولایت و حکومت در جنگ هستن، موضوع از این چگونه است؟ بله، در دو اولسوالی غربند، اولسوالی شاگرد و اولسوالی شنواری طالب ها هستن، اینا بعض وقت عملیات را انجام میدن در جاده غربند که پوست های پلیس افراز شد در او ساحت، و تقریبا در سال گذشته هم من رفتم در خودم در عملیات شراک داشتم بوده رفتم پوست ها را افراز کردیم و بعد از او یا نتونستن اقدام بکنم بسیار کوچک اک دو اقدام میرکدن، بعد او استقامت ها هم توسط نیروهای نسمی آمه وزارت امور داخله و پلیس محلی که نو تشکیل داشته است و پلیس ملی که در اولسوالی بود است ساحت پوسته شد افراز پوسته، ولی باز هم ما این نگرانی است که ما بگیم 100% مشکلات نیست در غربند، باز هم مشکلات هست. ولی آقای سالنگی، گفته می شود یکی از موارد که اینجا به عنوان پرسش مطرح می شود این است وقتی چند مدت پیش که نو تشکل طالبان در امی ولسوالی هایی که شما نام گرفتین در اونجا درس کرده بود از آدرس شما رد شده بود که در اینجا طالب های وجود ندارد، اما ما خوب می تانستیم اون وقت وقایع کنیم از این جریان که در اونجا فعلا تانستن دهشت آفرین کنند. خب ما رد نکردم که طالب ها نیستند و طالب ها
نمیتونستن که در مقابل نیروهای امنیتی جنگ کنن، ولی اینا از 1.5 سال به این طرف آماده شدن که جنگ بکنن. من در زمانی که گفتم که اینا حضور فیزیکی ندارن و به جز تبلیغاتی، اینا در کوها در درها پنهان بودن. بعد تا در سال گذشته ما داخلین نقطه 1.5 سال پیش داخلین نقطه که به نام قولیهر در اوجه می رفتیم، یغدر و تویخان می رفتیم، واغذر می رفتیم. مولا نبی 1.5 سال پیش به قدر رسان، مولا نبی که از قماندان جهادی بود خانهشون می رفت، که بعد او را به قدر رساندن ما درک کردیم که اینجا طالب ها سن. از اون بعد ما طالب ها را نگفتیم که طالب ها نیزن. آقای سالنگی، وقتی که شما گفتین اینا حضور فیزیکی ندارن و به گونه تبلیغاتی در منطقه حضور پیدا کردن، در اون زمان یا کوهنشین بودن و در کوههای اطراف خود غربند اینا حضور داشتن، در اون زمان نمیتونستیم با یک طرح استراتژیک و با یک طرح منظم بتونیم وقایع کنیم از حضور فیزیکیشان؟ خب اینا درهای غربند دارای 18 دره و طول دره تقریبا 125 کیلومتر است. اینا میتونستن از میدان برن میدان شهر، میتونستن برن طالع و برفق، میتونستن برن بخلان در این ساها، میتونستن که هیچ بگن ما طالب نیستیم. اینا میفتن طالب در گذشته ما نیستیم، ولی اینا از 1.5 سال به این طرف اینا رشد کردن، پیدا شدن. در اون زمان ما امروی هر کسی را که میرفتیم میگم من طالب نیست، و بعد معلوم شد که طالب است. اینا از طرف شب بعد بعض وقت اینا طالب بودن، رویای خودشان قطعه بسته کردگی دست مالکا بسته کردی از طرف روز میرفتن میامدن کار میکردن میفتن ما نیستیم طالب. خب حالا مشخصا آقای سالنگی طرحه که ما بتانیم یک بار دیگر ولایت پروانه و مخصوصا غوربند را امن بسازیم چی است؟ طرح شما داریم؟ در دره غوربند بجز از اینکه عملیات بالای نیروهای طالب ها که از هم بپاشن و یا پنجه قانون تسلیم شوند یا از صف محاربه خارج شوند. حالا با کدام ساختار میتونیم اونا را از صف محاربه خارج بسازیم آقای سالنگی؟ ما توان اردوی ملی ما وزارت امور داخله توانمندی بسیار زیاد خوب داره. خب شما بیشتر گفتین که ما ظرفیت نداریم، چون این ظرفیتی خواهی ما این تشکیلات داره که من میگم تشکیلات اداری است پلیس، تشکیلات یک دیگه نظم ما وزارت امور داخله داره که اونا وظیفه جنگ دارن به دوش خود، اونا علایده تشکیل دارن. این تشکیلات که ما میگم اینا وظیفه تنفیذ قانون ندارن، اینا تنها به جنگ ساختن نشدن، اینا تنها میتونن که در اولزوالی ها اینا در محکمه و سارنبالی و جلب و خصوصا تنفیذ قانون جمع قماندانی ها در هر جایی که هستن، اونا که در تشکیلات قطعه و کنشتری ندارن، اینا وظیفه جان در تنفیذ قانون است، وظیفه جنگ ندارن. سپاسگزارم. اجازه بتین که آخرین پرسش هم از شما مطرح کنم آقای سالنگی. یکی از مواردی که در تمام افغانستان محسوس است این است که بگونه مردم دهنشین و روستانشین افغانستان خیلی اعتقاد دارند به شوراهای محلی. وقتی که منازعات صورت میگیرد یا نگرانی های پیدا میشن، اینان میرن به شوراهای محلی که در بسا موارد تصامیم کمی شوراهای محلی میگیرن مغایر قانون ملی است. حالا شما چی فکر میکنید؟ برنامه توصیه سازمان ملل هم اعلان کرد که افغان ها خیلی علاقمند هستند پیش از اینکه به دادخواهی برن و مراجع قضایی سر بزنن، میرن به شوراهای محلی و شوراهای عالی که در مولسوالی ها و دهکده های خود تشکیل میتن. شما موافق هستین با می جریان؟ کارهای بسیار کوچک و خردی که بتانن مردم در مابینشان در زیاف ایجاد نشه، بتانن در اموجه که مردم و مصفده و معززین در بینشان یک جور آمد کنن، نباید گپای بسیار بزرگ گیره که حق و حقوق و مسئله زنها و در این مسائل این را من طرفدار نیستم. در مسائل کوچک پلوان شریکی ها در بعض مسائل بسیار کوچک است، در این طرفدار به این هستیم که تا اینا آمدن با یک عرض و بسمابین از اینا دیگه مشکلات پیدا شد، اینا را میتونن در محل حالا همین درگیری که در ولسوالی جبل سراج شده میتونه توسط شورای محلی حل شد؟ نه خیر، این مسائل بسیار بزرگ است. سپاسگزارم آقای عبدالبصیر سالنگی از حضورتان در برنامه آماج امشب و از شما بینده های عزیز تا دیدار دیگر، خدا نگهدار.